حدود یک سال از دیده شدن اولین مورد ابتلا به کووید 19 در ترکیه می‌گذرد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت این کشور، در هفته‌های اخیر به طور میانگین در هر روز نتیجه تست کرونا 29,000 نفر مثبت اعلام می‌شود. بر اساس نقشه فراوانی مبتلایان که از سوی دولت منتشر شده، بیش از نیمی از این کشور دارای ریسک زیاد و متوسط است و به همین خاطر تنها در برخی نقاط، آن هم به صورت محدود، فعالیت‌های اجتماعی مثل کافه نشینی در یک بازه زمانی خاص مجاز است. هنوز خبری از سینماها و کنسرت‌های غیر دولتی هم نیست و عروسی‌ها حد اکثر با 100 نفر میهمان تنها به مدت یک ساعت قابل برگزاری است. اما این کنگره بزرگ حزب عدالت و توسعه است. تنها یکی از همایش‌های حزب حاکم در هفته‌های اخیر و بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی. این همایش‌های تبلیغاتی نه تنها صدای احزاب منتقد را درآورده، بلکه موجب اعتراض اصناف و هنرمندان شده و آن را استاندارد دوگانه و ریاکاری نامیدند. کافه و رستوران داران که یک سال از 8 گروه 9 است میگویند اگر این تجمع‌ها مجاز است، پس چرا ما باید محدودیت داشته باشیم؟ بیش از 200,000 هنرمند هم در این کشور در یک سال اخیر توانایی معیشت خود را به طور نسبی یا کامل از دست دادند. Sevgili İstanbullular, değerli müzisyenler. İstanbul حالا بعد از این همایش‌های حزب حاکم، شهردار استانبول که از حزب منتقد است، این بار می‌خواهد طرحی ارائه کند تا به موزیسین‌ها در برگزاری کنسرت‌های فضای باز کمک کند. شاید همین حمایت‌ها باعث شود که هنرمندان در ترکیه لااقل برای مدتی هم که شده از قاب کنسرت‌های مجازی بیرون بیایند و کمی درآمد کسب کنند. لیلی نیکفر، ایران اینترنشنال، استانبول.